لیمیت اس ان ان به سمت بی نهایت، این خب میشه چی؟ میشه حد دنباله مجموعه های جزئی. غالبا وقتی حد بذاریم پشت بجه اس ان بذارم سیگمون آکا که از یک تا بی ان، ان به سمت بی نهایت، دوست داریم یه دفعه بجه بنویسیم مثلا این سیگمای آکا که از یک تا بی ان. هم خوش نوشتنش قشنگه، به ذهن سپردنش قشنگه، به جای هم کمتر آسان‌تر بنویسیم. اما اگر کسی این رو بخواد بنویسه و به این معنی بگه که بی نهایت تا عدد رو با هم جمع کرده، این غلطه. این بی نهایت عدد جمع کردن مثل اینکه بگیم اینجا آ بی نهایت حساب کردیم، چون چه اس بی نهایت دیگه، اس بی نهایت یعنی جمع از یک تا بی نهایت. این نمادیه که بهش میگن سری، سری دنباله آکا بهش میگن سری. و معنیش چیه؟ این سری معنیش حد مجموعه های جزئی این دنباله است که وجود داره، حد مجموع. این حد مجموعه های جزئی را اگه شما در نظر بگیرید بهش با سری روش میدن. دو حالت داره، باز مثل قبل همگراست یا واگرا. این همگرا باشه به سری میگن همگرا، این واگرا باشه به سری میگن واگرا. پس بنابراین سری این نمادی که میکنم بریم سیگمای آکا آیدن از یک تا بی نهایت، این یک علامته، یک قرارداده. بی نهایت تا عدد رو جمع کردن نیست، شما بهتر هم بودید یا قسمت رو. آزمون‌های همگرایی رو مطرح میکردید، دو تا سوال خوب مطرح میشد برای سری ها. یکی، خب اول چیزی که هست در بعض از حالت ها، مثلا ما وقتی سیگمای یک بر دو به توان این رو حساب میکنیم این از سر تا مثلا بی نهایت، این خیلی رد مثل شبیه مجموع بی نهایت تا جمله مطرح میشه که اولا میشه در مورد یک تقسیم بله یک منهای یک دوم میشه چند، میشه دو. مقدار یعنی مجموع سری رو مشخص میکنیم، مقدار سری یک. پس برای رفتار همگرایی، برای بررسی رفتار یک سری، دو تا همیشه پرسش مطرح میشه که همگرایی هستش، یکی مقدار. مقدار این سری در واقع چه میشه وقتی محاسبه میکنیم، هی اضافه و اضافه تر میشه. خب ببینید، غالبا برای محاسبه کردن مقدار این سری ها، مثلا سیگمای مثلا یک بر ان دو، ان از مثلا یک تا بی نهایت مثلا میشه پی دو ششم، اگه اشتباه نکنم من از دقیق ذهنم نیست، پی ششم یا پی دو ششم، یه عدد مثلا میخواد بشه، ما اول میگیم این همگراست. مثلا سیگمای یک بر ان به توان پی ان از یک تا بی نهایت برای پی ان بزرگتر از یک شیر همگرا، برای پی ان کوچکتر از مساوی یک میشه واگرا. ببین میگفتیم پی سری دیگه به اینا، که برای این مساوی دو مقدارش هم مشخص بود چقدر میشه اصلا. این مقدار با رفتار خیلی با هم دیگه متفاوت. پس آزمون هایی میگن برای اثبات همگرایی، وقتی سری همگرا شد غالبا چند جمله اولش تقریب خیلی خوبی از سری به شما میده. یعنی سیگما آن این از یک تا بی نهایت بعد از که فهمیدید همگراست، بخواید بگید چقدره اصلا دقیق اینو محاسبه کنید، میگن آقا کار نکنید، تحلیل بدید با سیگمای آن ان از یک تا کا، چون همگراست مابقیش به صفر میل میکنه، این تفاضل به اندازه کافی از هر اپسیلون کوچکتر میتواند باشد، پس اینا تقریبای مناسبی نازیم. این چیزی عجیب غریبی هم نیست، همیشه شما رادیکال دو رو در محاسبات با قسمت با دنباله گویایی که به این میل میکنه چکار میکنه؟ محاسبهش میکنید و تو محاسبات استفاده میکنید. خب سری ها یواش یواش یکی از مباحثی که مثلا مطرح میشه، مثلا من میخوام سری ها رو تعمیم بدم تو نگاه اول، چون میگی سیگما یک بر دو به توان ان، یکی میگی سیگما یک بر سه به توان ان، یکی میگی سیگما یک بر ده به توان ان، یکی میگی سیگما دو به توان ان به سیگما مثلا دو دهم به توان ان، اینه که مطرح میکنیم میگه مثلا بیم سیگما ایکس به توان ان رو مطرح کنم این از یک تا بینهایی اصلا صفر بینهایی میشه. میگم بپرسم سیگمای ایکس ان ها این از صفر تا بینهایی